أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استادان محترم، خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی که منتخب خودم هست در مورد اعتماد به الله، امید داشتن به الله متعال و همچنان توکل کردن بر او. هدف از بیان این موضوعی هست که در این شب و روزها شاهد از این هستیم که ما مسلمان ها پریشانی ها و تشویش های ما کمی زیاد شده و خصوصا خودم شخصا میبینم که خواهرها در یک استراب و یک افسردگی خاص به سر میبرند و من خواستم که یک بار دیگر تذکر داده شود که الحمدلله که ما مسلمان هستیم. الحمدلله ما کسانی هستیم که میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. الحمدلله ما امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و ما بزرگترین کتاب که قرآن کریم هست در نزد خود داریم. بیاین که ایمانهای خود را تجدید کنیم و ما در کلام پاک پروردگار چیزی به نام توکل داریم و ما در دستورات جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی به نام اعتماد داریم و ما در اعمال جناب گرامی صلی الله علیه و سلم و در اعمال سلف صالح، تابعین، تبع تابعین و آنانی که واقعا صادقانه ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ایمان آوردن به قرآن کریم، چیزی در اعمالشان به نام توکل و اعتماد الحمدلله هست و ما باید یک بار سیر بکنیم و مراجعه بکنیم. خواهران عزیز، یقینا که این زندگی و این دنیایی که ما هستیم همه سراسر آزمایشات هست و ابتلاعات پروردگار در هر زمان هست و اینکه چه زمانی ما مورد ابتلای پروردگار قرار میگیریم ای به الله متعال معلوم هست و ما من حیث یک انسان و ما من حیث یک انسان مسلمان و ما من حیث بشری که در زمین الله زندگی میکنیم آمادگی های خود به خاطر این آزمایشات باید داشته باشیم. چرا دنیا بدون سختی نمیشه، زندگی بدون مشکلات نمیشه، زندگی بدون سختی ها نمیشه، اما این همه برمیگرده، این همه برمیگرده بر دید من و تو، برمیگرده بر فکر من و تو، برمیگرده بر ایمان من و تو. هر انسانی در زندگی خود با سختی ها دست و پنجه نرم میکنه، اما باید یک سلسله تفاوت های باشه، یک سلسله تفاوت های میان آنانی که ایمان دارن و آنانی که ایمان ندارن باید باشه. و خوشبختانه الحمدلله که ما بدون درخواست، بدون دعا چیز به نام ایمان داریم که الله متعال بر ما ایمان داده و ما رو مسلمان قرار داده، الحمدلله که خود بزرگترین نعمتی از نعمتهای پروردگار هست. خواهران عزیز، ما نباید من حیث یک انسان مسلمان از سختی ها بترسیم، ما نباید من حیث یک انسان مسلمان در برابر سختی زانو بزنیم، ما باید من حیث یک انسان مسلمان دید خدا در برابر ای آنچه که آمدنی هست و آنچه که می آیم ما دید خدا تغییر بتیم و سختی را هم باید ما یک نعمت قرار بتیم. یعنی ای که هر چیزی که در این دنیا می آیا و هر آن چیزی که سر یک انسان مسلمان می آیا و هر شرایطی که یک انسان مسلمان تجربه می کنه، او همه برش خوب است، همه برش خیر است، همه برش رحمت است، چرا که اعمال پروردگار خالی از رحمت نیست. آنچه را که الله متعال بر ما و شما مقدر کرده، آنچه را که پروردگار بر من تو تعیین کرده، او همه خالی از خیر نیست، رحمت است و عدالت است، چرا که یک صفت از پروردگار عدالت هست و الحمدلله همه ما میفهمیم که الله متعال هر عمل و هر تقدیری که برای انسان میکنه او از عدالت دور نیست. پس همه چیز در دنیا برای ما تو چی هست؟ خیر هست.
قبل از اینکه خواهران عزیز بریم به طرف توکل، در مورد موضوع توکل بهتر است که بیاییم ببینیم که آیا این سختی ها هم نعمت هست و یا نیست. خواهر عزیزم، برادر مسلمانم، باید بفهمیم که هر اتفاقی که در زندگی یک انسان مسلمان میفته او خیر است. آیاتی از قرآن کریم است که الله متعال میفرمانه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بعض از اتفاقات هست که ما او را بسیار بد میبینیم، مثل که از سختی همگی میگریزم، در حالی که سختی ها خودش بزرگترین نعمت است. سختی ها هست که انسان تربیت میکنند، با سختی ها هست که انسان ظرفیت سازی میشن. باید ما شما بفهمیم که الله متعال من و تو را تربیت میکنه تا اینکه ما از موت کار بگیره. و یاد ما باشه که هیچ چیزی، هیچ دانه و هیچ بذره را در نور رشد نمیکنه. بذر در چی کاشته میشه؟ دانه در چی؟ در تاریکی ها، در ظلمت، در سختی ها. اما ما فکر میکنیم وقتی ما یک بذر بکاریم، فکر میکنیم که او از بین رفته، در حالی که وقتی در زیر زمین دفن میشه، به خاطر چی دفن میشه؟ به خاطر اینکه رشد بکنه. به خاطر چی دفن میشه؟ به خاطر اینکه ما میخوایم از او ثمر بگیریم. فلهذا سختی مانند عزیز که در تاریکی قرار میگیری به خاطر رشد کردن، سختی ها به خاطر عزیز که تو در تاریکی و در ظلمت قرار بگیری تا اینکه تو چی شوی؟ رشد بکنی، تا اینکه تو ثمر بخش باشی بر خودت، بر جامعه و بالاخره بر امت مسلمه. روزهای سخت به خاطر رشد و نمو هستند. روزهای سخت به خاطر ازی آمده که تو شخصیت تو رشد بکنه و تو چی بشوی؟ ترقی بکنی. در این روزها یاد ما باشه که ما تمرکز ما باید سر سختی ها نباشه. ما نباید سختی ها را بزرگ بر خود جلوه بدیم. نباید خود ما او را چی بسازیم؟ بزرگ بسازیم. بلکه ما باید است که او را چی بکنیم؟ اگر قرار باشه چیز را بزرگ بسازیم، عظمت پروردگار را یاد بکنیم و کوشش بکنیم تمرکز ما بالای ایمان ما باشه و تمرکز ما بالای چی باشه؟ بالای ازی باشه که ما الله ما مهربان هست، در رابطه با عظمت الله متعال ما شما چی بکنیم؟ صحبت بکنیم. خواهران عزیز، اعتماد کردن بر الله، توکل داشتن بر الله متعال باید بی قید و شرط باشه. درست است؟ الله متعال در سوره انشراح بر ما تو میگه که این مع العسر یسرا، نه؟ فإن مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا. این چی معنا میده؟ خواهرای عزیز متوجه هستین؟ اینجا بعد از ترجمه قسمه میکنن بعضی از دوست ها که بعد از هر سختی آسانی هست، در حالی که چنین نیست. ضمن هر سختی آسانی هست، یعنی سختی ها در ضمن خود، چی داره؟ آسانی ها را داره، بعد خود نه، بلکه در پهلوی خود، در ضمن خود آسانی را با خود داره. و اینجا یسرا آمده، یعنی چی؟ یعنی هر سختی با خود آسانی ها داره. هر سختی دو آسانی حتما داره، هر مشکل با خود دو راه حل حتما داره. درست است؟ پس اینجا الله متعال بر ما تو بشارت میده که وقتی که یک سختی سر تو میای نباید بترسیم، نباید وارخطا شوی، بلکه تو باید چی؟ بلکه تو این عقیدت باشه من حیث یک انسان مسلمان که ضمن هر سختی آسانی هست. و ما باید توکل خدا بر الله متعال، اعتماد خدا بر الله متعال داشته باشیم من حیث یک انسان مسلمان، و او باید به قید و شرط باشه. مثلا یک مادر وقتی که طفل دست مادر خود میگیره، نمیگه مادر مرا به کجا میبری، بی قید و شرط دست مادر خود میگیره و دست مادر خود به طرف که بردش اتا سوال نمیکنه که مادر مرا کدام طرف میبری. چرا؟ بی قید و شرط بالای مادر خود اعتماد دارد، بدون که پرسان بکنه. میفهمه که اگر در دشتم ببری مادرم است، اگر در بیابانم ببرم مادرم است، بالاش اعتماد دارم، میفهمه که مرا زایی نمیسازن. یا طفل مثلا بلند میندازن، میبینی که با خنده کنن دوباره میفهمه که مادرش رو بغل میگیره یا پدرش بغلش میگیره بدون که گریه بکنن. ما شما هم من حیث یک انسان مسلمان باید در توکل کردن آنقدر ایمان ما قوی باشه
که وقتی که شرایط سر ما میاید، سختی ها سر ما میاید، این باور ما باید باشه که الله متعال ما رضایی نمی سازد. الله متعال هیچ زمان آن که واقعا مخلصانه بر الله خود باور داشته باشد، صادقانه او را پرستش بکنه، واقعا حق بندگی را ادا بکنه، هیچ زمان الله متعال او رضایی نمی سازد. این باید باور ما و شما باشه. چرا؟ الله متعال می فرماید که وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. هر کسی که تقوی الهی را پیشه بکنه، هر کسی که فرایض الله را دو پابند باشه، در سختی و آسانی، در خوشی و غم، الله متعال مد نظر خود داشته باشه. شما چی فکر میکنین؟ الله متعال را زهی مسازه؟ زهی مسازه خواهرای عزیز؟ در حالی که الله میگه و من یتقی الله یجعل له مخرجا، الله متعال را هرگز زایی نمیسازم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جای برش روزی میته، از جای روزی برش میته که حتی در تصورش نمی باشه، حتی گمان نمی بری. درست است؟ حتی گمان نمی کنی الله متعال از اونجا برد روزی برد میته. اما یادت باشه، یاد ما باشه که قد جعل الله لکل شیء قدرا، الله متعال هر کارش یک اندازه و میعاد مقرره از طرف پروردگار او در امو وقتش بر تو میرسه. ما و شما وقت دعا میکنیم، زمانی که ما دعا میکنیم و خطا هستیم که علاقه دعایم قبول نشد، علاقه فرض مثال چرا نتیجه ایم از دعای خود نگرفتم، اصلا تو فکر باید ما نداشته باشیم. تو دعای تو بکن، اما روش ای که چه قسم دعاهای تو برآورده میشه، آرزوهای تو برآورده میشه، ایره به الله بسپار. تو دیگه در کارهای الله متعال دخالت نکن. آنچه که مربوط من و تو میشه دعا کردن است، آنچه که مربوط من و تو میشه حفظ ایمان است، آنچه که مربوط من و تو میشه پرورش دادن ایمان است، هر آن چیزی که مربوط من و تو میشه اقامه فرایض است، پابندی بر فرایض است، نوافل است که تو باید است، با این چیزا رتبه تا پیش الله متعال بالا ببری. اما نحو عظیم ای که در کدام زمان میشه ایره دیگه به الله متعال بسپاریم. اینی را میگن توکل کردن. در کارهای الله متعال مداخله نکردن میگن توکل کردن. ای به این معنی نیست که ما عجول باشیم دیگه، همه چیز هر چیز زودتر برای من و تو چی شود برسد. و خواهران عزیز، یک نقطه دیگه که باید یاد ما باشه این هست که ایمان خود در نیمه راه تقویت بکنیم. در شروع کار بسیار آسان است، در شروع کار هر کار آسان است که ما بگوییم بخیر انشاءالله که تور میکنیم، تور میکنیم، ما میخواییم خدمت دین بکنیم، ما میخواییم قرآن بخوانیم، ختم بکنیم، ترجمه بخوانیم، تفسیر، نهایتا ما میخواییم دین به تمام امت برسانیم. ماشاءالله بسیار نیت خوب هست، الحمدلله. اما در نیمه را انسان دیگه احساس ضعف کم کم میکنه. از همون خاطر استقامت یک مثلا ما داریم در شریعت به نام استقامت در دین. این اینجا دیگه بسیار یک ایمان و یک انرژی قوی نیاز داره. مثل که ما شما روزه میگیریم در طرف صبح گرسنه نمیشیم، در این طرف های دیگه که وسطی که میرسه دیگه احساس ضعف و تشنگی و گرسنگی میکنیم. در این زمان صبر کردن بسیار زیاد ارزش داره که گرسنه میشینی تشنه میشین. انسان هم در نیمه را به یک ایمان قوی تر نیاز داره. از اما خاطر ایمان نیمه را ارزشش بالاتر از ایمان سر راه، یعنی در اول راه، در شروع راه اون ایمانی که داشتی در نیمه راه مهمتر است که تو پرورش بدیم. پس ما باید از بمی رقم با اعمال خود ای ایمان نیمه را با خود داشته باشیم، ورنه اگر ای ایمان نیمه را باشم من و تو سست میشیم، من و تو چی میشیم؟ غمگین میشیم. با کوچکترین یک مشکلی که در زندگی ما آمد حتی اهداف فراموش میشه، حتی بعضی هستن که چی میکنن؟ پس ریورس میکنن، پس میرن، دوباره بر میگردن، دوباره رجوع میکنن، حتی میگن دیگه بس نشد، دیگه خلاص شد. اما یک چیز خواهر عزیزم، ایمان اصلی امو هست، ایمان اصلی امو هست که همه چیز برخلاف تو باشه. درست؟ تو دعای تا میکنی، نماز تا میخوانی، فرایض پابند فرایض اصلی تو حدود الله را متوجه هستی، خلاصه تقوی تا حفظ میکنی، اما میبینی دعا میکنی نتیجه دعای تا نمیگیری. درست؟ اما میبینی همه چیز در نظر تو غیر عادلانه میاید، عادلانه نیست. آره، اینجا ایمان تو اینجا هست که خدا نشان میده، اینجا هست داشته های درونی تو بیرون میشه که واقعا تو اینجا ایمان، تو سر ایمان چقدر کار کردی. آیا هنوز هم میگی که الحمدلله؟ آیا هنوز هم در راز نیازت با الله میگه و میزنی که خدایا پروردگارا با وجود که همه شرایط بر خلاف ما هست، اما ما قصد کردیم که بر تو امید داشته باشم؟ آیا هنوز هم این گفته رو میتونی که بگویی که پروردگارا اگر چیزی نمیبینم که بر من باشه،
همه چیز بر علیه ما هست، اما هنوزم میگم الحمدلله، اما هنوزم میگم که اطمینان دارم بر تو که تو مرا ضایع نمیسازی. اینی را میگن ایمان، اینی را میگن ایمان. چرا؟ یادت میاد که الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله بر بنده های خود کفایت نمیکنه؟ چرا امروز ما من حیث یک انسان مسلمان وقت دلار تا میره بالا میره با خطا میشه که دلار بلند رفت؟ چرا ما امروز من حیث انسان مسلمان تحولی که در وطن میبینیم با خطا میشه؟ فکر میکنیم که روزی رسان مالیات بالله آمریکا بود؟ آیا دوستداران آمریکا بود؟ ما من حیث یک انسان مسلمان روزی رسان ما پشت روزی نمیدویم، ما پشت رزاق میدویم. رزاق ما و تو الله هست، او الله از حالت ما و تو با خبر هست، او ذات هست که در لحظه لحظه زندگی با من تو هست، او ذات است که اقرب و من حبل الورید هست، او الله به نیازمندی های ما و تو با خبر نیست. الیس الله بکاف عبده؟ جواب بده خواهرای عزیز، الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله کفایت نمیکنه بر من تو؟ پس چرا بترسیم؟ پس چرا متزلزل شویم؟ چرا اضطراب میگونه؟ چیزی که بسیار ناراحتم میسازم که خواهر مسلمان ما را ببینم که افسردگی پیدا بکنم، خواهر مسلمان ما را ببینم که مضطرب است، خواهرم لبخند بزن، سرت بالا بگیم، ما الحمدلله مسلمان هستیم، ما الحمدلله امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، سرمایه من تو ایمان است الحمدلله. پس به خاطر چی بترسیم؟ ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشیم غمگین نشو، سست نشو، تو برتر است خواهرم اگر مؤمن باشیم. اگر ما به خاطر مؤمن شدن خود کار کنیم، اگر ما به خاطر مؤمن شدن تلاش بکنیم، ظرفیت های خود بسازیم، والله که اگر امروز ظرفیتت بالا نبری فردا جام میمانی، فردا قدمت پیش کردن نمیتونی، فردا نمیتونی که ادعا بکنی که واقعا ما استقامت کردم، قدم ها میلرزد اگر امروز ظرفیت ها ساخته نشود عزیزانم. پس بزرگترین بزرگترین چیزی که من و تو را آرام میسازد و بزرگترین نیازمندی ما در این عصر امی هست که به قرآن بیشتر از هر وقت دیگه رجوع بکنیم، بیشتر از هر وقت دیگه، بیشترین وقت خود ما و شما باید به قرآن بانیم. یقینا که تشنگی من تو را قرآن تنها میتونه رفع بکنه، تنها چیزی که واقعا باعث آرامش من تو هست و راه را بر ما تو نشان میده والله که قرآن است. این تنها شعار نیست عزیزانم، چیزی است که عملا ما در زندگی خود تجربه کردیمش. آن روزی که با قرآن بودیم کامیاب بودیم، آن روزی که کوچکترین فاصله گرفتیم همه چیز از پیش ما رفتن. پس الحمدلله که قرآن هست در نزد ما، الحمدلله که مسلمان هستیم، الحمدلله بر نعمت ایمان. پس ترس کنار بانین، سستی کنار بانیم، بیاییم قوی قوی استاد میشیم دوباره به خاطر ساختن ای امت مسلمه و به خاطر ساختن وطن عزیز ما، انشاءالله که ما هستیم و انشاءالله که ما و شما جور میکنیم. و در اخیر خواهران عزیزی موفقیت و همه از این سی نفری که الحمدلله موفقان دور ترجمه و تفسیر خود ختم کردن، الله متعال برشان علم نافع و عمل نصیب بکنه. چیزی که ما به خواهران ما میخوایم عمل هست. خداوند متعال در بالای ای علم عمل نصیب همه ما شما بکنه. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.